عبدالحسن ستارپور، یکی از اسطوره های موسیقی پاپ و سنتی ایران، معروف به ستار. شاید او را با آهنگ فیلم خانه به دوش بشناسید. شهرت او در زمان قبل انقلاب اتفاق افتاد و تا آخر دهه 70 میلادی و تحولات سیاسی آن به عنوان خواننده دربار خانواده سلطنتی شناخته می شد. عبدالحسن ستارپور در 28 آبان ماه سال 28 در تهران خیابان سلمان به دنیا آمد. پدر او اصالتاً از جمهوری آذربایجان است. او دو خواهر و سه برادر دارد. مادرش اهل آبادان بوده و دوران کودکی و نوجوانی او در شهباز تهران گذشت. ستار در دبستان و دبیرستان اقبال تحصیلات خود را به پایان رساند. از او در مدرسه برای جشن‌ها و برنامه‌های مختلف خواسته می‌شد که بخواند. در دورهمی‌های مختلف دوستان هم از ستار برای خواندن درخواست می‌کردند. بعد از دبیرستان در پادگان کرج و هتل وحدت و بعد از آن به عنوان سپاه دانش در مشهد خدمت سربازی را سپری کرد. او به عنوان کارمند بیمه اجتماعی هم کار کرده است. در رشته اقتصاد بین‌المللی کارشناسی خود را از مدرسه عالی بازرگانی گرفت. این مدرسه امروزه به دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معروف است. ستار علاقه مختلفی در زمینه‌های هنری و ورزشی داشت. وی به فوتبال علاقه ویژه‌ای داشت و به بازی در تیم‌های فوتبال می‌پرداخت. او حتی سال‌ها بعد در دوران جوانی و میانسالی خود باز هم علاقه به فوتبال نشان داد و پیگیر آن بود، تا جایی که کاپیتان تیم فوتبال هنرمندان هم شد. شروع محبوبیت او نزد ایرانیان با خواندن ترانه خانه به دوش به کارگردانی و بازیگری پرویز کاردان بود. او این ترانه را در سن 22 سالگی خواند. بعد از آن ستار به خواندن ادامه داد و در برنامه‌های بسیاری در رادیو و تلویزیون به خوانندگی پرداخت، تا جایی که به یکی از خوانندگان خانواده سلطنتی ایران تبدیل شد. موفقیت بزرگ بعدی او مربوط به سریال قصه عشق با آهنگی به نام امضای او همسفر است می باشد و این سریال توسط منصور پورمن ساخته شده بود. ستار شهرت بیش از 40 سال دارد و در این بین بیش از 70 ترک دارد که آهنگ بین‌المللی گل سنگم هم جزو این موارد است. اولین آهنگ ستار همسفر نام دارد. فره پهلوی آهنگ همسفر را به طور اتفاقی میشنود و دستور میدهد آن را در رادیو پخش کنند. آن زمان رادیو رواج و شنونده بسیاری داشت و این کار باعث محبوبیت صدای ستار با این آهنگ بین مردم می شود. ستار به همراه هایده، گوگوش و مهستی از اولین خوانندگانی بودند که قبل از انقلاب توسط دولت پادشاهی به صورت رسمی به کشورهای دیگر برای اجرای برنامه رفتند و بعدها همیرا نیز به این لیست اضافه شد. ستار تنها خواننده ایرانی است که در دوران انقلاب و تا الان هنوز هم به دربارها و جشنهای رسمی دیگر دولتها دعوت می گردد. در اواخر دهه 70 و یک سال قبل از انقلاب اسلامی، یعنی سال 1978 بود که مهاجرت او به ایالات متحده صورت گرفت. ستار به لس آنجلس رفت و در آنجا ساکن گردید. ستار از اولین خواننده های ایرانی بود که همراه خوانندگان کشورهای دیگر در یک سالن به اجرای برنامه پرداخت. یکی از مهمترین برنامه‌هایش کنسرت با گروه بانیوم در شهر لندن است. ستار سال 55 در تهران با مهناز آشنا شد و تصمیم به ازدواج گرفت. مهناز قبل از ازدواج دو دختر 5 و 8 ساله از شوهر قبلی خود داشت و چند ماه بعد از ازدواجشان با آنها ملحق شد و زندگی کردند. خود ستار هم یک دختر دارد که در سان فرانسیسکو زندگی کرده و یک روانشناس است. دختر بزرگ خانم ستار به عنوان یک مدل و هنرپیشه کار می‌کند. به خوانندگی علاقه دارد و ازدواج کرده و یک بچه هم دارد. دختر دیگر زن ستار لیسانس خود را از دانشگاه محمد رضا پهلوی سه دختر به نام‌های فرهناز، شهناز و لیلا داشت. شهناز حاصل ازدواج اول و دو دختر دیگر مال ازدواج سوم محمد رضا بودند. دخترهای او به خاطر حضور پررنگ امایشان و سن پایینی که داشتند در دربار فرصتی برای ارزندام نداشتند. ستار به فرهناز علاقه داشت. فرهناز متولد اسفند ماه 41 بود. در مدرسه ویژه نیاوران تهران تحصیل کرد. در سال 57 با اتفاق افتادن انقلاب اسلامی ناچار به فرار از کشور شد و
در دهه 80 در کشور مصر به کالج آمریکایی قاهره رفت و بعد از آن در دانشگاه بنینگتون آمریکا به تحصیل پرداخت. بعد از آن تحصیلات خود را در دانشگاه کلمبیا ادامه داد و مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان گرفت. او خواهر تنی رضا پهلوی و لیلا و علیرضا است. او با سرمایه‌ای که از ارثه پدرش دارد سهامدار چند کارخانه و مؤسسه بزرگ آمریکایی است و در حال حاضر مجرد در آمریکا زندگی می‌کند. ستار از خواننده‌های مورد علاقه خانواده سلطنتی بود. بعد از اینکه شاه از علاقه ستار به دخترش باخبر شد و این علاقه از طرف دختر خودش هم بود، از ستار حمایت کرد. حتی گفته می‌شود موقع خروج از ایران فرهناز از مادرش درخواست می‌کند که عکس ستار را که دوستش دارد از کاخ برایش بیاورند. او بعد از اینکه از ایران خارج شد به سمت موسیقی‌های با ریتم آرام رفت. نتیجه همکاریش با سعادت نوجوکی، آهنگساز ایرانی سرشناس، آثار متفاوتی مثل آشتی، سپید و سیاه، عروسی، گل ناز و غیره شد و همچنین آلبوم‌های گلایه و گلبانو که به آلبوم‌های سال هم تبدیل شدند. ستار بیشتر از 350 آهنگ دارد. علاوه بر سبک پاپ در موسیقی سنتی و کلاسیک ایرانی هم اجرا داشته است. آلبوم همسفر او به صورت غیر رسمی در سال 51 منتشر شد. بعد از آن 4 آلبوم غیر رسمی دیگر به نام‌های دلتنگی و در سال بعد شام آخر و در سال‌های بعد شازده خانم که مربوط به ماجرای عشقی او با فرهناز دختر محمد رضا شاه پهلوی است و در سال بعدش صدای بارون را در سال 56 منتشر کرد. او در سال 2004 دکترای افتخاری موسیقی را در شب جمع‌آوری خیریه برای دانشنامه ایرانیکا توسط پروفسور بیانی گرفت. این خیریه در لندن به همت ماجیک پرشیا برگزار گردیده است. او همچنین در سال 2005 2 جایزه شیر طلایی را از آکادمی جهانی هنر، ادبیات و رسانه گرفت.